سیومین روز مهر ماه برابر با 22 اکتبر سال 1285 خورشیدی برابر با 1906 میلادی. در گذشت پل سزان، نقاش فرانسوی که از کودکی علاقه وافری به نقاشی داشت ولی بنا به اصرار پدرش وارد دانشکده حقوق شد و سپس در بانک پدرش به کار پرداخت. سزان مدت‌ها تلاش کرد تا پدرش به او اجازه داد برای تحصیل نقاشی به پاریس برود، اما این خود آغاز ماجرای تازه‌ای بود، چرا که سزان علی‌رغم تلاش فراوان موفق به قبولی در آزمون ورودی برای تحصیل در رشته نقاشی نشد. در این دوره از تابلوهای سزان کمترین استقبالی به عمل نیامد و کارهای او با دیواری از انتقادهای شدید برخورد کرد. این وضع تا 50 سالگی سزان ادامه یافت، تا اینکه وی با فروش تابلوهای خود کم کم شهرت پیدا کرد. به همین دلیل هم او را نابغه شکست خورده می نامیدند. اما سزان دست از تلاش بر نداشت. وی با کار پیگیرانه و سرسختانش نقاشی اروپایی را از قید تابعیت قوانین رؤیت رهانید و با تلاش خود به سبک و روشی نو دست یافت که راه را برای تحول بعدی در جهان نقاشی گشود. از اینجاست که هنر آبستره یا انتزاعی ایجاد شد که در میان هنرمندان نسل بعد تأثیر بسزایی نهاد. سال 1361 خورشیدی برابر با 1982 میلادی، صدور قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره جنگ ایران و عراق. بنا به تقاضای عراق، موضوع جنگ برای اولین بار با عنوان تبعات طولانی شدن منازعه مسلحانه بین ایران و عراق در دستور کار 37 اجلاس عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. مجمع عمومی هم با 119 رأی موافق، 1 رأی مخالف که متعلق به خود ایران بود، 15 رأی ممتنع و 20 غایب، قطعنامه 37.3 را تصویب کرد که مهمترین اقدام مجمع در قبال جنگ ایران و عراق به حساب می آید. عنوان این قطعنامه خود حاکی از آن بود که آنچه مجمع عمومی سازمان ملل را وادار به صدور قطعنامه کرد ادامه منازعه بود و نه شروع جنگ. سازمان ملل چندین قطعنامه در ارتباط با جنگ عراق علیه ایران صادر کرد و عاقبت قطعنامه 598 از سوی طرفین جنگ پذیرفته شد. عراق پس از قبول قطعنامه 598 بار دیگر به خاک ایران حمله کرد تا به اهداف اولیه‌اش از شروع جنگ علیه ایران دست یابد که موفق نشد. سال 1390 خورشیدی برابر با 2011 میلادی، در گذشت سلطان بن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد عربستان که 15 فرزند ذکور ملک عبدالعزیز محسوب می شد که مادرش حصه بن احمد الصدیری است. سلطان بن عبدالعزیز آل سعود در سن 85 سالگی به علت گسترش سرطان در نقاط مختلف بدنش در یکی از بیمارستان‌های نیویورک چشم از جهان فرو بست. We'll be right back.